سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قراره با هم مورد انتظار ترین فیلم ها و سریال های تلویزیونی که قراره در دی ماه منتشر بشن رو بررسی کنیم. اولش بهتون فیلم ها رو معرفی میکنم، بعدش هم میریم سر وقت سریال و همین که قراره با هم دیگه در آخر ویدیو یه نگاه کوتاه و سری به جدول فروش هم بندازیم تا ببینیم فیلم هایی که دفعه قبلی بهتون معرفی کردم چه عمل کردی رو توی گیشه داشتن. پس یادتون نره تا آخر ویدیو رو تماشا کنید. از این سری ویدیو هر ماه در کانال یک دونه منتشر میشه تا از این به بعد همیشه بدونید جدیدترین فیلم هایی که قرار بیان چه فیلم هایی هستن. پس یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید. اولش بهتون بگم ترتیب معرفی فیلم ها به ترتیب تاریخ اکران هستش. شماره اول لیستمون میشه فیلم ماتریکس رزورکشنز که ترجمه اسمش میشه رستاخیز و این میشه شماره چهارم از سری فیلم های ماتریکس. 18 سال از اکران آخرین قسمت ماتریکس گذشته و حالا قراره بعد از این همه وقت قسمت چهارم این فیلم منتشر بشه. این فیلم میشه رقیب اصلی مرد عنکبوتی که همین چند روز پیش اکران شد و این دو فیلم در گیشه کریسمس با هم دیگه رقابت میکنن. داستان ماتریکس چهارم اصلا مشخص نیست و الان تقریبا یه ساله که همه دارن خودشونو میکشن بفهم موضوع این فیلم چی میتونه باشه، که تریلرشو هم دقیق توی کانال بررسی کردم، میتونید تماشا بکنید. و خب وقتی که تریلر منتشر شد این برای طرفدارای سریال خیلی عجیب بود، چون که توی آخر ماتریکس 3 اینجوری به نظر میومد که کار نئو دیگه تموم شده و نئو دیگه کشته شده، ولی خب مشخص شده که ما باز قراره تو ماتریکس 4 ماجراجویی‌های نئو رو توی دنیای ماتریکس ببینیم و همه طرفدارای ماتریکس امیدوارن که این فیلم یک عقب‌گرد نباشه و یه حرف جدیدی برای گفتن داشته باشه. این فیلم به طور محدود و توی سری سینماهای خاص همین الان اکران شده و 3000 نفر هم داخل سایت IMDb اومدن و به فیلم ماتریکس 4 نمره دادن، که این نمرش هم شده 7 و همینجور هم نمرش داره پایین تر میاد. یعنی من چند روز پیش که چک کردم نمره بود هلوش 7.5. پس اینطور که به نظر میاد فیلم خیلی قوی نیست و نتونسته نظر مخاطبا رو جلب کنه. این نمره IMDb احتمالاً وقتی که فیلم اکران عمومی بشه بازم پایین‌تر خواهد اومد، که برای این فیلم تجربه بد خواهد بودش. فیلم ماتریکس 4 همزمان هم توی سینما هم روی HBO Max منتشر میشه و این برای مایی که فیلم رو دانلود می‌کنیم خبر خیلی خوبی هستش، چون دقیقاً در تاریخی که توی سینماها اکران میشه ما هم میتونیم با کیفیت خوب دانلودش کنیم و ببینیمش. این فیلم قراره در تاریخ 1 دی ماه منتشر بشه. نفر بعدی لیستمون میشه فیلم کینگزمن. این فیلم میشه قسمت سوم از سری فیلم های کینگزمن و این قسمت میشه پیش درآمدی بر دو تا قسمت قبلی. قسمت اول و دوم این فیلم سال 2015 و 17 منتشر شدن که هم فروش خوبی داشتن همین که نمره IMDb خوبی گرفتن. فیلم بازیگرای خوبی داره و کارگردان فیلم هم همون کسی هستش که فیلم مردان ایکس رو کارگردانی کرده. این فیلم هم از اون فیلمایی بود که از کرونا خسارت خیلی زیادی دید و تقریبا اکرانش با 1 سال تاخیر داره انجام میشه. این فیلم از یک سری کتابای کمیک پرفروش الهام گرفته شده و داستان این فیلم هم مربوط میشه به یه سازمان جاسوسی که در تلاش در برابر یه باند مافیایی که قصد خرابکاری در دنیا رو دارن رو بگیره. این فیلم قرار در تاریخ 1 دی ماه سال 1400 اکران بشه. شماره بعدی لیستمون میشه انیمیشن سینگ قسمت دوم. این انیمیشن قسمت 1 سال 2016 منتشر شد. این انیمیشن در سبک موزیکال که خواننده های معروفی هم در این انیمیشن موسیقی خودشون رو اجرا میکنن. توی این انیمیشن ستاره های بزرگی صحبت میکنن، مثل متیو مک‌کانی و اسکارلت جوانسون و ریس ویترسپون. کارگردان این فیلم همون کسی هستش که شماره قبلی رو کارگردانی کرده و این انیمیشن هم از نظر داستانی شباهت زیادی به شماره قبلی خودش داره و اگر طرفدار شماره قبلی باشید حتما از این شماره هم خوشتون میاد. داستان این انیمیشن مربوط میشه به یک گروه موسیقی که دنبال این هستن که یه اجرای موفق برای یک قول رسانه‌ای داشته باشن تا بتونن باهاش یه قرارداد خوب ببندن. شماره قبلی این انیمیشن نمره‌های معمولی از طرف بیننده‌ها گرفت و اینکه این انیمیشن قرار در تاریخ 1 دی ماه منتشر بشه. شماره بعدی لیستمون میشه شماره 355. یه فیلم در ژانر جنایی جاسوسی. اسم این فیلم برگرفته از نام یه فرد واقعی در تاریخه، یعنی مأمور 355 که یکی از اولین جاسوس‌های تاریخ آمریکاست. این جاسوس در دوران انقلاب آمریکا یعنی حدود 300 سال پیش جاسوسی می‌کرده و چون این جاسوس یه خانم بوده از اون موقع به بعد به تمام جاسوسایی که خانم هستن و برای سازمان سیا کار می‌کنن لقب 355 داده میشه. داستان این فیلم
داستان همکاری یک گروه از جاسوسان در سراسر جهان رو تعریف میکنه که تلاش میکنن تا مانع دستیابی یک سازمان تروریستی به یک سلاح مرگبار بشن و خب طبیعتاً تمام این گروه جاسوس هم همشون خانم هستن. توی فیلم ستارهای بزرگی بازی میکنن مثل دایان کروگر و جسیکا چستین و همینطور پنلوپ کروز و اینکه این فیلم قرار در تاریخ 17 دی ماه اکران بشه. شماره بعدی لیستمون میشه انیمیشن هتل ترانسیلوانیا ترانسفورمینیا که میشه قسمت 4 و قسمت پایانی مجموع انیمیشن های هتل ترانسیلوانیا. این انیمیشن قرار بود پارسال اکران بشه ولی به خاطر کرونا شرکت سونی که تولید کننده این انیمیشن بود از ترس ضرر این انیمیشن رو کلن به شرکت آمازون فروخت، اونم به قیمت 100 میلیون دلار. و شرکت آمازون هم این انیمیشن رو به طور اختصاصی قراره روی پلتفرم آمازون پرایم منتشر کنه و این برای ما هم باز خبر خوبه، چون درست مثل فیلم ماتریکس همون روزی که منتشر میشه ما هم میتونیم با کیفیت خوبش رو دانلود کنیم. داستان این انیمیشن مربوط به این میشه که شخصیت‌های داستان ما بدن‌هاشون عوض میشه و تمام هیولاها تبدیل به انسان میشن و جانی هم که انسان بوده به هیولا تبدیل میشه و این اتفاق هم زیر سر اختراع جدید ون هلسینگ هستش و قهرمانای داستان ما قراره قبل از اینکه زمانشون تموم بشه تمام تلاش خودشون بکنن که به حالت قبل خودشون برگردن. تمام کسایی که توی شماره‌های قبلی جای شخصیت‌ها صحبت می‌کردن توی انیمیشن‌ها صحبت می‌کنن، به غیر از آدام سندلر توی این قسمت همکاری نداشته و جای دراکولا کس دیگه‌ای صحبت می‌کنه. این انیمیشن قرار در تاریخ 24 دی ماه منتشر بشه. شماره بعدی لیستمون میشه فیلم اسکریم یا جیغ. خب اونایی که یه خورده سنشون بالاتر باشه قشنگ یادشون میاد که تقریبا 20 سال پیش این فیلم برای خودش یه عالمی بود، در حد فیلم تایتانیک معروف بودش. این فیلم رو توی ویدیوی بهترین فیلم‌های سال 2022 هم معرفیش کردم. این فیلم میشه 5 فیلم از سری فیلم‌های جیغ و دقیقاً ادامه فیلم جیغ 4 هستش که سال 2011 اکران شد. یعنی 10 سال طول کشید تا شماره جدیدشو بسازن. توی این فیلم دوباره شخصیت اصلی داستان ما با بازی نوا کمپل به محل زندگی قدیمی خودش برمیگرده، یعنی همون محلی که قتل‌های قدیمی اتفاق می‌افتادن و قرار روی یه پرونده قدیمی که مربوط میشه به یه سری قتل‌های زنجیره‌ای دوباره تحقیق کنه و ظاهرا دوباره باعث این میشه که این پرونده باز بشه. تو این فیلم مثل شماره قبلی نوا کمپل و کورتنی کاکس بازی میکنن و کارگردان این شماره با شماره قبلی فرق داره. کارگردانی که 4 شماره قبلی رو ساخته بوده از دنیا رفته و کارگردان این شماره 2 نفر هستن که قبلا چند تا پروژه کوچیک در ساخت فیلم‌های ترسناک داشتن ولی هیچ وقت پروژه به این بزرگی رو کارگردانی نکردن. حالا باید ببینیم میتونن فیلم خوبی بسازن یا نه. این فیلم قراره در تاریخ 24 دی ماه سال 1400 اکران بشه. خب دیگه فیلم بسه، بهتره بریم سر وقت سریال. توی ماه دی قراره 2 سریال قدیمی فصلهای جدیدشون منتشر بشن، یعنی سریال اوزارک سیزن 4 که قراره در تاریخ 30 دی ماه منتشر بشه و همینطور سریال یوفوریا سیزن 2 که زندایا توی این سریال بازی میکنه و قراره در تاریخ 19 دی ماه منتشر بشه. اما مثل روال هر ماه میریم سر وقت سریال های جدیدی که قراره فصل اولشون این ماه منتشر بشن. مهمترین سریال این ماه میشه سریال The Book of Boba Fett سیزن اولش که میشه یه اسپیناف از دنیای جنگ ستارگان. این شخصیت رو قبلا در سریال مندلورین هم دیده بودیمش. حتی اگه مثل من یادتون نمیاد کی بود تعجب نکنه، نقشش زیاد پررنگ نبودش. تو این سریال قرار ببینیم شخصیت بوبافت برای به دست آوردن جاه و مقام با همکار قدیمی خودش یعنی فنکشند دست به ماجراجویی بزنه. به نظر میاد این سریال هم مثل سریال مندلورین داستانش یه انسجام واحد نداشته باشه و به مجموعه ماجراجویی‌های کوچیک تقسیم شده باشه. سریال مندلورین رو اگه دیده باشید شخصیت داستان هی به سیارات مختلف میرفت و تجربه‌های مختلف رو پشت سر می‌ذاشت و بعدش بدون اتفاق خاصی میرفت سراغ مسافرت بعدی و به احتمال خیلی زیاد این سریال هم همین شکلی خواهد بودش و خیلی از نظر حال و هوا به سریال مندلورین شبیه خواهد بود، یعنی یه سریال خیلی با کیفیت ولی از نظر داستان خاصی نداره. ولی خب واقعا امیدوارم که این سریال از نظر داستانی بهتر از مندلورین باشه. این سریال کلا 7 اپیزوده و قرار در تاریخ 8 دی ماه منتشر بشه. و سریال دومی هم که این ماه منتشر میشه سیزن اول سریال پیس میکر، یه اسپیناف از فیلم جوخه انتحار ساخته جیمز گان
این سریال هم ساخته همین کارگردانه و داستان شخصیت پیسمیکر در فیلم جوخه انتها رو تعریف میکنه. این شخصیت یک ابرقهرمانه از دنیای DC و توی این سریال هم جان سینا نقش این شخصیت رو مجدد بازی میکنه. نکته جالب اینه که فیلمنامه این فیلم رو هم جیمز گان نوشته موقعی که داشته فیلم جوخه انتها رو میساخته و در حین فیلمبرداری فیلمنامه این سریال رو نوشته. و سال 2020 هم این سریال رو در 8 اپیزود ساخته و قرار در تاریخ 23 دی ماه منتشر بشه. Peacemaker, take him out. Even the kids? Yes, terminate him immediately. Take the shot. خب دیگه بهتره بریم سر وقت باکس آفیس. باکس آفیس بر اساس جدول فروش کشور آمریکاست. ولی برای هر فیلم فروش کلشون رو هم در کل جهان میگم. نفر اول باکس آفیس در ماه آذر که خیلی هم قابل پیش بینی بود، فیلم مرد عنکبوتیه که چند روز قبل اکران شده که موفق شد تا فروش فوق‌العاده 253 میلیون دلاری رو ثبت کنه و جالبش اینجاست که موفق شد در جهان 587 میلیون دلار فروش کنه. این فیلم تازه 3-4 روزه که اکران شده و این فروش‌های عجیب رو فقط در همین چند روز به دست آورده. اصلاً بعید نیست این فیلم رکورد فروش تاریخ سینما رو بزنه و بشه پرفروش‌ترین فیلم تاریخ. حالا جالبش اینجاست که توی سایت IMDb هم نمره 9.1 گرفته و اندازه فیلم پدرخوانده موفق بوده. نفر دوم باکس آفیس شدش فیلم گوستباستر که فروشش به خاطر شهرت شماره قبلیش خیلی خوب بود و موفق شد تا 117 میلیون دلار فروش کنه و رقم فروشش رو در کل جهان به رقم 173 میلیون دلار برسونه. این فیلم دقیقاً 30 روزه که اکران شده. نفر سوم باکس آفیس شد انیمیشن انکانتو. این انیمیشن موفق شد تا در 25 روزی که اکران شده 81 میلیون دلار فروش کنه و رقم کل فروشش رو به عدد 175 میلیون دلار برسونه. نفر چهارم جدول فروش شدش فیلم اترنالز که الان 45 روزه که اکران شده و موفق شدش که در ماه گذشته 45 میلیون دلار دیگه هم فروش کنه و موفق شد تا فروشش رو در کل جهان به رقم 400 میلیون دلار برسونه. و نفر آخر جدولمون شدش فیلم خانه مد گوچی که فروشش خورده پایین تر از انتظارات بود و ریلی اسکات بزرگ این روزا توی گیشه شانس نداره. این فیلم موفق شد تا 44 میلیون دلار فروش کنه و رقم فروش خودش رو در کل جهان به عدد 107 میلیون دلار برسونه. این فیلم کلا 25 روز هم هستش که اکران شده. خب دوستان اینم از ویدیو امروز، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید و عضویت کانال رو هم فراموش نکنید و اینکه امیدوارم توی زندگی خودتون موفق باشید و خدا نگهدار.